سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم و رحمت الله. عظم الله اجورنا بمصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا الله و ایاکم من الطالبین بفعره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد علیه السلام. عرض تعزیت خدمت یکایک که شما حسینیان عزاداران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از شهر مقدس کربلا، از خیابان قبله حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، همینطور که در تصویر مشاهده میکنید از چند متری حرم باصفا و مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خدمت شما گرامیان هستم. از امشب برنامه ما از ایستگاه پخش زنده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام واقع در خیابان قبله امام حسین علیه السلام تقدیم حضور شما میشه و این خیابونی که الان مشاهده میکنید و جمعیتی که مشاهده میکنید طی چند روز آینده مملو و از زائران میلیونی 40401 خواهد شد و همچنین موکبهای عزاداری مثل هر سال که از همینجا برنامه رو خدمت شما ارائه میکردیم خواهید دید انشاءالله طی روزهای آینده موکبهای عزاداری از خیابان قبله امام حسین عبور میکنند برای مشرف شدن به حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام. انشاءالله که شما بیننده های محترم از هر کجای این کره خاکی که الان بیننده شبکه مقدس امام حسین علیه السلام هستید، شما هم جزو زائران میلیونی 40401 باشید، امسال جزو زائران سید و شهدا باشید در ایام 40. و واقعا من همین خیابان قبله رو که نگاه میکنم دسته دسته زائران در حال قدم زدن به طرف حرم امام حسین علیه السلام هستند. جای شما خالیه در کربلا، در هر کشوری که هستید. و الان صدا و تصویر بنده رو از خیابان قبله حضرت امام حسین علیه السلام دریافت میکنید، یقین دارم که دل شما کربلاست. اگر عذری ندارید حتما همت کنید که امسال جزو زائران امام حسین باشید، امسال جزو زائران 40401 باشید، چرا که روایات میفرمایند زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا به منزله تجدید عهد و پیمان با امام حسین علیه السلام است. زیارت هر امامی به منزله تجدید عهد و پیمان با آن امام است. کسانی که از کشورهای مختلف از راه‌های دور و نزدیک سختی‌ها را به جان می‌خرند و خودشون رو به کربلا می‌رسانند، مثل همین زائرانی که شما هم در تصویر مشاهده میکنید، این تصویر به طور زنده و مستقیم از خیابان قبله امام حسین علیه السلامه که دسته دسته گروه های مختلف زوار رو مشاهده میکنید، چه کاروان های زیارتی چه زائرانی که به صورت انفرادی مشرف شدن، اینهایی که در کربلا حضور پیدا میکنند و به زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مشرف میشوند، تجدید عهد و پیمان میکنند با حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
تک تک این زائران انشاءالله قسمت روزی شما هم بشه. شما هم این جمله رو تو حرم امام حسین علیه السلام بگید. تک تک این زوار وقتی مشرف میشن حرم سید و شهدا علیه السلام در زیارت آن حضرت میخوانند که اشهد انک تسمع کلامی ای جانم یا ابا عبدالله. تصور کردید اونایی که تا الان مشرف شدید کربلا، یادتون اومد وقتی که زائر امام حسین بودید تو حرم زیارتنامه میخوندید؟ این یعنی امام حجت خدا زنده است. شهادت میدهم که شمای حسین ابن علی زنده هستی، من را میبینی، صدای من را میشنوی و پاسخم را میدهی، هرچند گناهان باعث شده من صدای پاسخ شما را نشنوم. احیاء عندک یرزقون یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی. جواب سلام هم واجب است و سید الشهدا جواب سلام تک تک زائران را می دهد. این ما ایم که نمی شنویم. امام صادق علیه السلام می فرمایند، این روایت رو خدمتون عرض کنم، امام صادق علیه السلام می فرمایند هر کسی حاجتی داره، هر حاجت دنیایی یا اخروی، خودش رو به کربلا برسونه، تحت قبه سید الشهدا قرار بگیرد، در سمت باب الرأس بایستد و مقابل قبر مطهر سید الشهدا علیه السلام امام صادق می‌فرمایند عرض کند که من کان له حاجتون الى الله عز وجل فلیقف عند رأس الحسین علیه السلام ولیقل، نزد جهت سر مقدس سید الشهدا علیه السلام بایستد و بگوید یا ابا عبدالله اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و انک حی عند ربک ترزق فاسأل ربک و ربی فی قضاء حوائجی فانها تقوى ان شاء الله. این امر امام صادق علیه السلام است برای هر کسی که حاجتی دارد از خدای متعال، چه دنیایی چه آخرتی، میفرمایند که این گونه حاجت روا میشید. انشاءالله که شما هم به زودی مشرف بشید کربلا در حرم سید الشهدا علیه السلام تحت قبه امام حسین علیه السلام که دعا مستجاب است، این گونه خطاب کنید به امام حسین، بگید یا ابا عبدالله من شهادت میدهم نزد خدای متعال که شما زنده ای، شما صدای من رو میشنوید، تسمع و صوت کلامی و انک حی عند ربک ترزق. انشاءالله قسمت روزی همه شما بیننده های محترم بشه. میدونم دلهای شما کربلاست، به ویژه با دیدن این تصاویر که زائران قدم قدم دارن به حرم امام حسین علیه السلام نزدیکتر میشن. اینجا خیابان قبله سید الشهدا علیه السلام در چند متری حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. ما ایستگاه پخش زنده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام همین جایی که هر سال بسیاری از شما بیننده های محترم تایم زیارت هاتون رو تنظیم می کنید، شب به وقت کربلاتون حاضر شید. خیلی ها رو من دیدم شما هم حاضر می شن استند و مشارکت میکنند در برنامه کربلا.
چقدر خوبید شما بیننده های محترم شبکه مقدس امام حسین علیه السلام. در لحظه وقتی که مشکلی پیش میاد در پخش، صدها تماس و پیام از کشورهای مختلف دریافت میکنیم. عذرخواهی میکنم از بیننده های محترم به خاطر مشکل فنی که در صدا پیش اومد. امیدوارم الان صدای من رو واضح داشته باشید. اگر مجدداً در دریافت صدا مشکلی بود، حتما تماس بگیرید، به شماره برنامه پیام بدید، دوستان پیگیری میکنن و برطرف میکنن مشکل رو. اولین تماس امشب رو بدون فوت وقت بگیریم. آقای حسین از اصفهان با ما هستن، سلام میکنم به شما. آقای سعید، عذرخواهی میکنم، آقای سعید از اصفهان، سلام علیکم. سلام علیکم، خسته نباشید. متشکرم، تعزیت عرض میکنم خدمت شما. آقا سعید، بفرمایید که از آثار و برکات دنیوی زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا چه اطلاعاتی دارید؟ یه حدیث از امام صادق است که بسنده میکنم که میگن هر که امام حسین علیه السلام را زیارت کند، خداوند نیازهایش را برآورده کرده. بله. آنچه از امور دنیا که برایش اهمیت داشته کفایت میکند، رزق و روزی بنده را زیارت میکنه و آنچه را برای زیارت هزینه کرده برمیگرده. درود بر شما. خودتون در این زمینه تجربه ای داشتی تا حالا آقا سعید؟ بله بله، من خودم سری اولی که مشرف شدم کربلا سال 95 بود. بله. سری اول بود که چشمم خود به گنبد امام حسین، یعنی همون موقع یه آرزو تو دلم بود که وقتی که برگشتم خود ایران، همون این همون آرزو برام برآورده شد. غیر از این چیزای معنوی خیلی واسم حل شده. خب حالا امشب موضوع برنامه و سوژه امشب ما فقط راجع به آثار و برکات دنیوی هست و یقینا هزاران نفر از بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام هستند که مانند شما صدها یا دهها مورد رو تجربه کرده باشند. متشکرم از تماستون آقای سعید از اصفهان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الان میلیون ها نفر بیننده شبکه امام حسین علیه السلام تو ذهنشون داره مرور میشه، آثار و برکاتی که خودشون تجربه کردن، آثار و برکات دنیوی رو دارم عرض میکنم که موضوع و سوژه امشب ما هست. یقینا در ذهن شمایی که تا به حال مشرف شدید کربلا الان داره مرور میشه. اولین مرتبه ای که اومدم امام حسین مثلا اینطور برام جبران کرد، اینقدر قرض کرده بودم چقدر به من برگردوند، فلان مشکل رو داشتم حل شد، میخواستم استخدام بشم، حل... تمام اینها الان در ذهنتون داره مرور میشه، میدونم. تماس بگیرید و شما هم مانند آقای سعید تجربه خودتون رو بیان کنید. متشکرم از شما بیننده های محترم. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند من زاره کان الله له من وراء حوائجه. جایگاه زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ما در چند متری حرم امام حسین علیه السلام هستیم، در خیابان قبله امام حسین، شارع قبله، دیگه کسانی که مشرف شدن کربلا میدونن خیابان قبله امام حسین هستیم. اینجا ایستگاه مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام هست، ایستگاه پخش زنده، که شما هم وقتی مشرف شدید کربلا میتونید هر روز ساعت 19 به وقت کربلا اینجا باشید و حضوری شرکت کنید در برنامه. امام صادق علیه السلام میفرمایند کسانی که در کربلا به زیارت امام حسین مشرف میشن، کان الله له من وراء حوائجه. تک تک این زائرانی که الان در تصاویر هم مشاهده میکنید دارن قدم قدم به حرم امام حسین نزدیکتر میشن و طبق سفارش روایات قدم های خودشون رو کوتاه برمیدارن. کان الله من وراء حوائجه یعنی چه؟ خدا پشت حوائجش هست. یعنی چه؟ یعنی این که خدا زامنه، خدا ضمانت کرده هر کسی در کربلا حسین ابن علی را زیارت کند، من الله، من خدا ضمانت می کنم حوائج او را برآورده کنم، حوائج دنیوی و اخروی. انشاءالله شما هم مانند همین زوار به زودی در کربلا قدم بزنید به سوی حرم سید الشهدا. تماس بعد رو بفرمایید، اسمشون رو. آقای محسن از اردبیل، سلام علیکم. حسین علیه السلام و خدمت آقای بهنام.
تعزیت عرض میکنم خدمت شما. بدون فوت وقت بفرمایید از آثار و برکات دنیوی زیارت امام حسین علیه السلام چه اطلاعاتی دارید؟ از آثار دنیوی و امام حسین علیه السلام من خودم تجربه خودم تو زندگی هیچ مثلا از لحاظ مالی خیلی ضعیف بودیم، چه به زیارت آقا امام حسین علیه السلام رفتیم. چند سال قبل رو دارید صحبت میکنید؟ خیرات و نظری و اینا در راه امام حسین داریم، الان زندگی من از این رو به این رو شد. آقای محسن صدای من رو دارید؟ ما خیلی خیلی خوبیم، کارگردان صدای من رو ندارم، مرفعی نظامه هست. آقا محسن صدای من رو دارید؟ بله بله تو بس میشه. آقا محسن این که الان اشاره کردید مربوط به چند سال قبله زیارتی که مشرف شدید؟ تو سال 88 به زیارت آقا امام حسین علیه السلام. سال 88 از لحاظ اقتصادی خیلی خیلی فقیر بودیم. چه اتفاقی افتاد برای زندگی شما؟ بیماری و اینا، بیماری چه خواهر بیمار بود، بعد از لحاظ بیمار بودن اون خیلی پول اونا خرج کردیم و بعد هیچی نداشتیم، حتی خونه نداشتیم، برای خونه و پول نداشتیم، با پول قرض به زیارت امام حسین رفتیم و الان وضع اقتصادیمون خیلی خیلی خوبه. صبر کنید آقا محسن، یعنی سال 88 شما مشرف شدید زیارت با بدهی خیلی زیاد به خاطر مریضی خواهرتون و حتی خرج و هزینه های زیارتتون رو هم قرض کردید. وقتی از زیارت از کربلا برگشتید به اردبیل چه اتفاقی افتاد؟ بعد اون چه آثار و برکاتی دیدید؟ روزی منگار دو سیت برابر شد، یعنی به حرمت آقا امام حسین علیه السلام انگار مثلا از قیب به ما پول می اومد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، درود بر شما، متشکرم از تماستون. آقای محسن از اردبیل بر منکرش لعنت. شما بیننده های محترم مانند آقای محسن از اردبیل یا دیگر بیننده ها، شما هم تجربه داشتید در این زمینه، یعنی آقای محسن که الان صحبت کردن شاید حرف دل خیلی از شماها رو زدن که شما هم خودتون بدهکار بودید و با بدهی به زیارت امام حسین اومدید، قرض کردید برای زیارت امام حسین و برگشتید به شهر خودتون، به کشور خودتون از راه بیگمان، همین که آقا محسن گفتن، از راه بیگمان پول هی بهتون میرسید، بدهیاتون رو پرداخت کردید. این آثار و برکات دنیوی زیارت امام حسین علیه السلام. امشب از چیزایی صحبت میکنیم که با تمام وجودتون لمس کردید. شما زائران امام حسین، شمایی که تا به حال مشرف شدید کربلا، یا مطالبی که در روایات بیان میفرمایند از آثار و برکات دنیوی زیارت امام حسین علیه السلام. تماس بعد از کشور افغانستان هست. سلام میکنم به آقای سید محمد. صدای تلویزیون رو تا آخر ببندید آقای آسد محمد، صدای من رو فقط از تلفن بشنوید. آسد محمد صدای من رو دارید؟ خب تماسشون قطع شد، انشاءالله مجدداً تماس بگیرن و صداشون رو داشته باشیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند من زارهو کان الله له من وراء حوائجه و کفا ما اهمه من امر دنیا. موضوع امشب ما، سوژه امشب راجع به آثار و برکات دنیایی زیارت امام حسین. ای جانم این کودکان، این زوار امام حسین رو ببینید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشاءالله شما هم به زودی در کربلا قدم بردارید به سمت حرم سید الشهدا علیه السلام. امام صادق میفرمایند کسی که در کربلا جدم حسین علیه السلام رو زیارت کند، خدای متعال ضمانت کرده که حوائجش را برآورده کند و آنچه و کفا ما اهمه من امر دنیا و آنچه که در امور دنیوی در نزد اون زائر مهم است رو برایش کفایت می کند، برآورده می کند. چه حاجت دنیایی دارید شما؟
حالا ممکنه بعضی از بیننده های محترم بفرمان که آقا ما که میایم زیارت امام حسین نه برای اینکه به ما اجر و پاداش بدن، ما کاری نداریم. بله، بسیاری از زائران امام حسین علیه السلام این گونه هستند، اما این اثر وضعی زیارت امام حسین شما بخوای و نخوای بهت میدن. امام صادق علیه السلام میفرماید خدای متعال کفایت میکند آنچه از امور دنیا نزد اون زائر براش اهمیت داره. چه مشکلی شما دارید که دغدغه ذهنیتونه الان وقتی مشرف بشید کربلا، این زائرایی که میبینید دارن قدم برمیدارن به سمت حرم، تصویر زوار رو بدید کارگردان، مثل همین زائرا وقتی که قدم بردارید به سمت حرم امام حسین علیه السلام، امام صادق میفرمایند که خدا حوائج دنیایی شما را کفایت میکند. خدای متعال ضمانت کرده که حاجتهای دنیایی زائر امام حسین رو من کفایت میکنم، برآورده میکنم. و انه یجلب، مگه تا اینجا تموم میشه؟ نه، ادامش را امام صادق علیه السلام میفرمایند و انه یجلب الرزق علی العبد. زیارت سید الشهدا علیه السلام در کربلا یجلب الرزق. آقا هر روز بسیاری از افراد هستند که میپرسن چه کار کنیم رزقمون زیاد بشه. امام صادق میفرمان میخوان رزقتون زیاد بشه، بیاید کربلا، خودتون رو به کربلا برسونید. یجلب الرزق، به زیارت امام حسین مشرف میشی، قدم برمیداری سمت حرم امام حسین، زائر امام حسین میشی در کربلا، خدای متعال رزق دنیاییت رو زیاد میکنه. غیر از رزق معنوی، رزق انه یجلب الرزق علی العبد و یخلف علیه ما ينفق. و مورد آخری که در این روایت میفرمایند یخلف علیه ما ينفق، هر چه شما انفاق کردی در راه زیارت، هزینه کردی از در منزل خودت برای زن و بچت چیز خریدی، هر هزینه ای که کردی میفرماید یخلف، خدا ضمانت کرده که بهت برگردونه در همین دنیا. تماس بعد رو بفرمایید. آقای کمال از اصفهان، سلام علیکم. سلام علیکم. تعزیت عرض میکنم خدمت شما. بفرمایید نظرتون رو میشنم. سال 76 اینجا معجزات امام حسین بودم، دکتر رفتم گفت استفاده هم هر کنید این سوسی آب بکشین، اومدم کربلا، البته سر سوریه و اردن اومدم کربلا سال 76. اون زمان اینم بذاری امام حسین و الحمدلله شفا هم رسوندم. در زمان ما روزه داشتیم، لنگی پول بودی و مقدار زیادی گرفتاری دور اون بود، تو محرم بود ده دوم روزه میخونی، اون دست رو شد در سلو من امام حسین شدم. یا حسین، یا حسین، کل هزینه ده شب با شام که میدادیم تو همون دهه کل امام حسین دور شد، تو همون دهه. یا حسین، تو همون دهه، ده اول ما از امام حسین درخواست کردیم که راز نشه من از بانک پول بستونم و ایشون سکار کرد. فرداش ما دیدیم یک سری زنسون اتار، اما خدا میدونه سه تا مشتری که ازشون از زنسون از روی که پیداشون میشد، چون شغلم چون روز مسونه بود تو تاب سلسلی شست شیشه دارم بگم، اینا زنس ما رو اومدن از رشت و تبریز. ادامه بدید. ما حساب کردیم دیدیم در شبی روزمون که هیچی، تمامی این هزینه که کرده بودیم ما پنج شهست من هم بالتر برامون افتاد و خدا میدونه لزون دوست دالا ما هیچ وقت هم نیوردیم. دوال زمانی ساعت دامو میدیم کربلا از طریق افتیون از طریق سوریه از طریق بعدم که خدا میدونه زیاد قسمتمون شده. امسال که جزو زائران اربعین هستید آقا کمال، واقعا امام حسین هیچ کس میذاره در بمونی. آقا کمال صدای من رو دارید؟ جوابگو هستن هم امام رضا، صدای من رو ندارم. من سالی پنج رانوه از امام رضا خونه خواستم از مشهد که اومدم یا امام رضا پایش دور شد.
احسنتم، درود بر شما. تشکر میکنم از آقای کمال که از اصفهان تماس گرفتن و آثار و برکات دنیایی زیارت امام حسین علیه السلام که خودشون تجربه کردند رو برای شما بیننده های محترم بیان کردند. هم مشرف شدن زیارت امام حسین علیه السلام، به معجزه سید الشهدا شفای پاشون رو گرفتن، هم اون ماجرای دومی که تعریف کردن و نیاز به تکرار نیست. در همون دهه‌ای که روزه داشتن هزینه ها رو امام حسین براشون برگردون از راه بیگمان. اگر کسی هست که نمیتونه باور کنه، اگر کسی هست که الان میگه چطور مگه میشه من الان 10 روز روزه بگیرم برای امام حسین، پولم ندارم، قرض کردم برای این روزه، تا این 10 روز روزم تمام نشده امام حسین پول رو از کجا به من میده آخه؟ اگر باور نداری تجربه کن. بارها و بارها عرض کردم اگر کسی از بیننده های محترم الان هست، بالاخره همه بیننده ها که از شیعیان مولا علی علیه السلام نیستن، که بیننده های زرتشتی داریم، بیننده های مسیحی داریم، بیننده هایی داریم که ممکنه الان این مطالب رو باور نکنند، پیشنهاد میکنم خودتون تجربه کنید، 3 روز روزه بگیرید برای امام حسین علیه السلام. ایام شهادت حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها هم نزدیکه، ببینید چطور امام حسین زندگی مادی شما رو دگرگون میکند از راه بیگمان. اما قول بدید بعد از 3 روز روزه‌ای که میگیرید، این انقلاب و دگرگونی مالی و اقتصادی که در زندگی شما پیش آمد به برکت روزه امام حسین علیه السلام رو تماس بگیرید، در شبکه امام حسین علیه السلام برای بیننده ها هم تعریف کنید. تماس بعد رو بفرمایید آقای کارگردان. آقای کارگردان، آقای حیدری از کابل، سلام علیکم، تعزیت عرض میکنم خدمت شما. خدمت شما تعزیت عرض میکنم. بفرمایید نظرتون رو میشنویم. خدمت شما جناب بهنام، انشاءالله که خوب باشین، سلامت باشین. ارادتمندم. آثار و برکات دنیایی زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا، چه اطلاعاتی دارید؟ آثار و برکات دنیایی زیارت امام حسین علیه السلام، چه خودم کربلا نرفتیم، از کربلایی هایی که رفتن شنیدیم، اونا اوقت آثار اونا در زندگی از اونا دیدیم که چه تأثیر بر زندگی از اونا گذاشتن. اصلا خود امام حسین علیه السلام یکی از آثارش این است که اگر امام حسین نبود، نه شبکه شما بود، نه ما بود، نه برنامه بود. خود امام حسین علیه السلام یک نعمت است. آقای حیدری، ما خودم تا هنوز کربلا نرفتیم، همین امسال قصد کردیم بریم کربلا. ای جانم، انشاءالله کارم خلاص شد. اما آثار رو که فعلا به سوریه به شما بگم. آقای حیدری صدای من رو دارید؟ امشب بیننده هایی که تماس میگیرن صدای من رو ندارن. آقای کارگردان، قرض کردم، در چورتی بودن، بودم که من قرض از چه قسم تمام کنم تا سال بعد. روز بعدش همون کسی که به من قرض داده بود پول رو هم بخشید. یکی از آثار بود که من در تایی چند روز هنوز کربلا نیومدیم، یه آثار من تجربه کردم. درود بر شما، احسنتم، تشکر میکنم از آقای حیدری از کابل که مشاهدات خودشون رو، هرچند خودشون تا به حال زیارت امام حسین در کربلا مشرف نشدن، اما مشاهدات خودشون رو از نزدیکان برای شما بیننده های محترم به اشتراک گذاشتن. انشاءالله که آقای حیدری از کابل و تمامی شما بیننده های محترمی که تا الان مشرف نشدید کربلا، امسال جزو زائران میلیونی 40401 باشید به برکت لطف و عنایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب مطلب بعد رو من عرض کنم آقای کارگردان، یا تماس میدید یا پیام صوتی پخش میکنید؟ عذرخواهی میکنم بیننده های محترم، هم تماس ها بسیار زیاده و هم پیام های صوتی. پیام صوتی پخش میکنید؟ پیام صوتی بشنویم. اولویت با تماس آقای ترابی از اصفهان، سلام علیکم، تعزیت عرض میکنم خدمت شما. سلام علیکم. ارادتمندم، بفرمایید از آثار و برکات دنیایی زیارت امام حسین چه اطلاعاتی دارید؟ عرضم به زمین عرض تشکر از حضرت عالی و
همکاران گرامیتون در شبکه امام حسین علیه السلام. متشکرم از شما، ما انجام وظیفه میکنیم آقای ترابی. درود بر شما، بفرمایید نظرتون رو میشنویم. ارزم بودیم که سال 97 در ایام عید نوروز مصادر شده بود با شب لیلت الغارب که ما توفیق رو کردیم در حرم متحرم امام حسین علیه السلام باشیم. دیر قبه اون شب ما دعا کردیم که صاحب خونه بشیم و الحمدلله بعد از گذشت 4 ماه از اون روز ما صاحب خونه شدیم و این رو مدیون امام حسین و اهل بیت هستیم. چقدر از مبلغ هزینه خونه رو داشتید اون موقعی که کربلا اومدید؟ صدایتون من نداشتم که یه بار دیگه محافظ الان صدای من رو دارید؟ آقای ترابی صدای من رو دارید؟ جانم بله من الان دارم. لیلت و رقایبی که در کربلا بودید و دعا کردید تحت قبه امام حسین که خونه دار بشید، چقدر از مبلغ اون خونه رو خودتون داشتید اون موقع؟ چند درصدش رو داشتید؟ من حدودان تماسشون قطع شد. مجددا خواهش میکنم آقای ترابی تماس بگیرید و این پاسخ سوال من رو بدید. میدونم که در ذهن بسیاری از بیننده ها هم شاید نقش بسته باشه این سوال و این تجربه خودتون رو به اشتراک بگذارید برای بیننده های محترم، کسانی که خونه ندارن، کسانی که هر مشکل هر حاجت دنیایی داشته باشن خدای متعال ضمانت کرده. ببینید این ارتباطی به معرفت و اینها نداره. برخی از بیننده ها شاید وقتی چنین صحبت هایی میشه میگن که آقا ما اصلا زشته که حاجت دنیایی از امام حسین بخوایم. شما نمیخوای، خدا ضمانت کرده و بهت میده، بخوای یا نخوای بهت میده. هر چیزی که دغدغه ذهنیت باشه بهت میده، خدای متعال ضمانت کرده. تماس بعد باز هم از اصفهان آقای امیر. سلام علیکم. واقعیت خود من اتفاق افتاده است. بفرمایید. من حرم ولفضا که درست بکردن تقریبا 10 سال 12 سال پیش داشتن حرم رو درست بکردن، کمک کردم و جانم. پشت سنگا آلموتور میبستند، آلموتورهای دور حرم ولفضا رو تماما من بستم. زمانی که میبستم بعد خونه نداشتم من، یکی از این آینهای حرم حضرت ابوالفضل رو خودم آوردم و گریه کردم، گفتم که من خونه ندارم، من دارم خونه تو رو آباد میکنم تو هم کنم که من خونه دار بشم. والله والله 15 رو بعد زنی که من صد از جدی دینی دارم ادا کنم یا باور نمی کنم، شخصا باور نمی کنم، جایی هم این بعد است که اصلا باور نمی کنم. من موقعم زنم زن و بچه هم باور نمی کنند. الحمدلله، شکر للحسین علیه السلام. این هم یکی دیگر از آثار و برکات دنیایی زیارت امام حسین علیه السلام. تشکر میکنم از تماستون آقای امیر از اصفهان. تجربه دیگر رو با شما بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام به اشتراک گذاشتند. انشاءالله شما هم تجربه کنید، مشرف بشید زیارت امام حسین علیه السلام و آثار و برکات دنیایی زیارت امام حسین رو قبل از آخرتیش تجربه کنید خودتون با تمام وجودتون. حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کمترین اثری که برای زائر امام حسین در کربلا هست این است که خدای متعال خودش و خانواده و مالش را حفظ می‌کند تا به کشور و شهر خودش بازگردد. این کمترین اثر دنیایی زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا است. روایت دیگر، چقدر دیگه من تایم دارم به من اطلاع بدید؟ خب وقتم رو به اتمامه.
حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند که یکی دیگر از آثار دنیایی زیارت امام حسین اینه که شما هر تعداد روزی که در کربلا باشید از عمر شما حساب نمیشه. یعنی اگر شما قراره که 85 سال و 9 ماه عمر کنید و 20 روز در کربلا موندید در کل عمرتون، این 20 روز اضافه میشه به اون عمری که برای شما مقدر شده. یعنی عمر شما میشه 85 سال و 9 ماه و 20 روز. از اون 85 سال و 9 ماه کم نمیشه، جزو عمر مقدر شما حساب نمیشه. این فرمایش امام صادق علیه السلام و صدها روایت دیگر که وقت من تمام شد. انشاءالله فردا شب هم در خدمت شما هستم، ساعت 19 به وقت کربلا، 23 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. داغو من رو به زیارتون هستم، انشاءالله به زودی شما رو بین زائران امام حسین علیه السلام ببینم، همینجا در خیابان قبله ایستگاه پخش زنده مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام. شما هم اینجا باشید و مشارکت کنید در برنامه. به زودی زائر امام حسین علیه السلام در کربلا باشید. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.